شما همراهان همیشگی دکتر سلامت به کانال خودتون در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم 5 گیاه و ماده غذایی فوق العاده به شما معرفی کنم که باعث تقویت استخوان هم میشه. پس با من همراه باشید و لایک و سابسکرایب کردن ما رو فراموش نکنید. مورد اول، اسفناج. اسفناج منبع خوبی برای تامین ویتامین K است. این ویتامین به حفظ کلسیم به استخوان‌های انسان کمک می‌کند و از این رو بسیار مهم است. این شاید به کانی‌سازی اسکلت ما از جمله دندان‌ها و ناخن‌ها منجر می‌شود. همچنین اسفناج سرشار از منیزیم مثل منگنز روی و فسفر است. مورد دوم، کنجد. کنجد حاوی منابعی از مس، کلسیم، منیزیم و روی است. کنجد تاثیر بسیاری در رفع التهاب، کم شدن درد و بیماری ها دارد و همچنین به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می کند. کنجد تاثیر بسزایی در فعالیت آنزیم الاستین و کلاژن دارد. کلاژن و الاستین در ساختار و قدرت و قابلیت ارتجاع رگ‌های خونی، استخوان‌ها و مفاصل بسیار مهم هستند. از املاح معدنی موجود در کنجد می توان کلسیم را نام برد. نقش موثر کلسیم در کنجد باعث پیشگیری از کاهش توده استخوانی که در یائسگی یا بیماری های خاصی مانند آرترید روماتوئید مشاهده می شود می گردد. مورد سوم، بادام. بادام بسیار مقوی می باشد و چربی های آن اشباع شده نمی باشد. مواد مقوی شامل منیزیم و کلسیم می باشد که اینها برای محکم شدن استخوان ها به کار برده می شوند. مقدار کلسیم در 20 تا 25 عدد بادام بیشتر 4.1 فنجان شیر است. پس برای جلوگیری از پوکی استخوان یک منبع غنی می باشد. به طور کلی بادام غنی ترین منبع غیر حیوانی کلسیم است. استخوان ها و دندان هایتان را با استفاده از فسفر موجود در بادام تقویت کنید. مورد چهارم، تخم کتان. تخم کتان از پوکی استخوان و تحلیل رفتن بافت استخوان جلوگیری می‌کند. تحقیقاتی که بر روی موش‌های آزمایشگاهی انجام شد حاکی از به تأخیر افتادن تحلیل استخوانی در موش‌های آزمایشگاهی بود که با تخم کتان تغذیه شده بودند و از این امر به سبب وجود اسیدهای چرب امگا 3 موجود در تخم کتان می‌باشد. مورد پنجم، کلم بروکلی. بروکلی دارای ویتامین کا و سی و نیز سرشار از پتاسیم و کلسیم بوده و مانند شیر و پنیر از مواد غذایی استخوان ساز هستند. طبق نتایجی به دست اومده از تحقیقات، مصرف ویتامین سی و کا سبب تقویت و افزایش تراکم استخوان می شود. پتاسیم اثر اسیدهای متابولیک را که باعث از دست دادن استخوان می شوند کاهش می دهد. مرسی که با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.